ترور سپهبد رزم‌آرا در مسجد سلطانی قسمت دوم. در بخش پیش با توجه به این موضوع که وقایع سالهای 1324 تا 1329 شمسی در ارتباط با سپهبد رزم‌آرا و دوره‌ای که از ترور ناموفق شاه در دانشگاه تهران شروع و به ترور موفق رزم‌آرا در مسجد شاه تهران ختم شد حرف و حدیث بسیار دارد، یادآور شدم جدا از وحدت و تضاد شاه با رزم‌آرا، فتنه های امثال سرلشکر عرفا و اسدالله علم علیه وی و چرخش اشرف پهلوی در اواخر عمر رزم‌آرا نسبت به وی یکی از حلقات مفقوده ترور رزم‌آرا، نشست بهرام شاهرخ مأمور سرشناس اینتلیجنس سرویس بریتانیا با فدایان اسلام و نواب صفوی دو روز پیش از واقعه مسجد سلطانی یعنی ترور رزم‌آراست. قتل رزم‌آرا که ظاهراً به پای خلیل طهماسبی و فدایان اسلام نوشته شده رازآلوده است و برخی پای دربار شاه اسدالله علم و اربابانش را هم پیش کشیده و جالب اینجاست که یکی از مورخین شوروی ترور وی را به امپریالیست‌ها نسبت داده است. یکی از فتوادهندگان قتل رزم‌آرا آیت الله سید صدرالدین صدر عاملی پدر امام موسی صدر بوده است. و اما موضوع آیت الله کاشانی چی بود؟ آیا وی اونگونه که نزدیکانش گفتن از قتل رزم‌آرا بی اطلاع بوده؟ و اون عکس معروف که پس از آزادی خلیل طهماسبی وی را به حضور پذیرفته و دست خودش را روی سر خلیل گذاشته ناخواسته بوده است؟ بعد از دستگیری خلیل طهماسبی آیت الله کاشانی طی اعلامیه‌ای نوشت قاتل رزم‌آرا باید آزاد شود زیرا این اقدام او در راه خدمت به ملت ایران و برادران مسلمانش انجام شده و در حقیقت حکم اعدام رزم‌آرا را ملت ایران صادر کرده و خلیل طهماسبی مجری اراده ملت بوده است. واقعش اینه که رزم‌آرا مانع ملی شدن نفت بود و برداشتن او هم کار هر کسی نبود، هم قدرت و هم تا حدودی محبوبیت داشت. وقتی رزم‌آرا به همراه کابینش به مجلس رفت تا رأی اعتماد بگیرد، هرچند دکتر مصدق بر سر وی فریاد کشید و مجلس به هم ریخت و یکی از نمایندگان به شکل معنیداری در وقت ورود رزم‌آرا ایست خبردار داد تا نشان دهد و یک دیکتاتور نظامی است که لباس شخصی پوشیده و نخست وزیر شده است، ولی باز هم رزم‌آرا از مجلس رأی اعتماد گرفت. سران جبهه ملی چاره را در آن دیدند تا از فدایان اسلام کمک بگیرند. این روایت حاج مهدی عراقی است که سال 57 از 17 آبان تا 6 آذر خاطرات خودش را در پاریس برای دانشجویان شرح می‌داد. خاطرات وی در کتابی به نام ناگفته ها هم چاپ شده است. دکتر فاطمی، بقایی، مکی، سید محمود نریمان، عبدالقدیر آزاد، کریم سنجابی، حائری زاده و دکتر شایگان در منزل یکی از نزدیکان فدایان اسلام به نام حاج محمود آقایی، آهنفروش معروف توی بازار جمع شده و موضوع برداشتن رزم‌آرا را با نواب صفوی در میان گذاشتند. فدایان اسلام 5 روز پیش از ترور رزم‌آرا در مسجد شاه اجتماع کردند که آیت الله کاشانی از آنان حمایت کرد با نوشتن یک اطلاعیه و اونجا
یکی از نزدیکان نواب صفوی گفت رزم ما را برو برو، اگر نروی تو را میفرستیم. میدانی چطور؟ با یک تقه و با دستش شلیک گلوله را نشان داد. فدایان اسلام پس از انتقال فعالیت‌هایشون از قم به تهران به آیت الله کاشانی به عنوان رهبر سیاسی خودشون نگاه می‌کردند و از طرف دیگر کاشانی ضمن حمایت از فعالیت‌های فدایان اسلام مخالف سرسخت رزمارا بود، به خصوص که بعد از حادثه به اصطلاح ترور شاه 15 بهمن در دانشگاه رزمارا آیت الله کاشانی را هم دستگیر و به فلک الافلاک فرستاده بود. واقعی ترور شاه که گفته می شود بهرش را در صورت وقوع رزمارا می برد. بگذاریم. نواب صفوی در بازجویی هایش تأکید نموده آیت الله کاشانی حذف رزمارا را صراحتاً پیش روی فدایان اسلام گذاشته است. در بازجویی در زندان از مواجهه فردی از اعضای مجمع مسلمانان مجاهد که منزل کاشانی رفت آمد داشته، حسن لشکری، با نواب صفوی معلوم می شود اسلحه‌ای که برای این کار لازم بوده به دستور آیت الله کاشانی تهیه شده و از متن بازجویی های خلیل طهماسبی روز بعد از ترور برمی آید که وی به دلیل اعتقادات شخصی قبل از ترور رزمارا با آیت الله کاشانی تماس گرفته و در مورد ماجرا با وی صلاح و مصلحت کرده است. خود آیت الله کاشانی بعدها گفت رزمارا را خلیل طهماسبی ترور نکرده است. او خواسته است افتخارش را به ریش بگیرد. با این حال اضافه کرد چون مجتهد جامعه و شرایط هستم و رزمارا را محدور و دم دانستم حکم قتل وی را صادر کردم. ضمناً آیت الله کاشانی چند روز قبل از قتل رزمارا در آخرین جلسه جبهه ملی سربسته به حاضرین گفته بود به یاری خداوند متعال در همین روزها دریچه امیدی گشوده خواهد شد. بعد هم که خبر واقعه را از نواب صفوی شنید با خوشحالی الحمدلله گفت. وقتی هم خلیل آزاد شد بلافاصله به دیدار آیت الله کاشانی رفت. دکتر مصدق او را نپذیرفته بود. پذیرفتن خلیل بلافاصله پس از آزادی توسط آیت الله کاشانی قطعا به دلیل علاقه آیت الله به وی و رضایت از عمل او بوده است. عکس های مربوط به اون جلسه موجود است و شادی کاشانی از آزادی خلیل در اون کاملا مشهور است. 16 مرداد 1331 ماده واحده عفو خلیل طهماسبی که وقت دستگیری خودش را عبدالله موحد رستگار معرفی کرده بود، در حالی که آیت الله کاشانی رئیس مجلس شورای ملی بود به تصویب رسید. چون خیانت حاج علی رزمارا و حمایت او از اجانب بر ملت ایران ثابت است، بر فرض این که قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد، بر فرض این که از نظر ملت ایران بیگناه و تبرئه شناخته می شود. این لایحه به توشیح شاه رسید و طهماسبی از زندان آزاد شد با سلام و صلوات و جلویش گوسفند قربانی کردند. توشیح شاه شگفتی برانگیخت، چون از یک طرف بعد از ترور به خانواده رزمارا نشان جاوید داده بود و سوی دیگر عملا شاه میپذیرفت که رزمارا محدور و دم بوده است. درست است که حامیان شاه از عناصر قوی تر در ساختار رژیم پهلوی استفاده ابزاری میکردند تا به شاه گوشزد کنند بدون برخورداری از چتر حمایتی آنان تا چه میزان خطر او را تهدید می کند. درست است که رزمارا افسری شجاع، باهوش و البته جاه طلب بود و دولت‌های غربی در فضای جنگ سرد خواستار روی کار آمدن فردی مقتدر مثل او، دولتی مقتدر و با ثبات در ایران بودند که هم مشکل نفت را حل کند و هم جلوی خطر کمونیسم را بگیرد. اما اینها دلیل نمی شود که رزمارا لزوما نوکر اجانب بوده است. اشرف پهلوی
که با رزمارا چه بسا به خواست شاه برای کنترل وی رابطه صمیمی داشت، به هم نامه می نوشتن، عمدتاً عناصر وابسته به انگلیس را گرد خود جمع می کرد و ارتباط رزمارا با مظفر بیروس که او هم گفته می شود از عناصر وابسته به لندن بوده، وی را در خط انگلیس نشان می دهد. اما می دانیم رزمارا در مقابل باند انگلیسی ارتش به سرکردگی سرلشکر حسن عرفا ایستادگی کرد. برخی وی را متمایل به فرانسه دانستند که در تداوم حیات سیاسیش به انگلیسی ها رو می کند. جماعت دیگر وی را آمریکایی می خوانند. ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خودش میگوید که علاوه دیدن آیت الله کاشانی رفته و کاشانی به او گفته پسره ای به اسم دوئر از طرف آمریکایی ها نزد من اومده و با بیشرمی میگه ما تصمیم گرفتیم رزمارا روی کار بیاید و شما باید از او پشتیبانی کنید. میدونیم که رزمارا بندباز ماهری بود، نه تنها با امثال خسرو روزبه به ویژه ایامی که او با حزب توده قطع رابطه داشت گرم میگرفت، اونقدر گرم که برخی ترور محمد مسعود را که اشرف پهلوی و دوستانش از او دلخون بودن به نوعی تاثیرگذاری رزمارا روی روزبه تفسیر میکنن. نه تنها به امثال خسرو روزبه و سرهنگ سیامک نزدیکی نشان میداد، برای حفظ خود و نیز مقابله با قدرت روبروش دکتر مصدق و جبهه ملی با بازگذاشتن دست حزب توده برای برگزاری میتینگ دانشجویان در بهارستان 30 آذر سال 29 و جلوگیری از پخش صدای آمریکا و لغو موافقت نامه میان ایران و کمپانی آمریکایی مشاورین بهار و احضار افسران ایرانی که برای بازدید تأسیسات نظامی به آمریکا رفته بودند به کشور و به خصوص با بستن پیمان بازرگانی با شوروی 4 ماه قبل از مرگش، حزب توده و مقامات شوروی را هم سر کار گذاشت. پروفسور ایوانوف در کتاب تاریخ نوین ایران ترور وی را به امپریالیسم ها نسبت داده و دلیلش این است که رزمارا متوجه اهمیت شوروی بود. است از دیدگاه جبهه ملی رزمارا عامل انگلیس بود که برای تأمین منافع این کشور و شرکت نفت انگلیس و ایران بر سر کار آمده بود تا لایحه ساعد گس یعنی گس گلشایان که منافع انگلیس را تأمین میکرد به تصویب رساند. واقعش اینه که نمیشه به سادگی قضاوت کرد و هر مخالفی را راحت به بیگانگان نسبت داد. آیت الله کاشانی و فدایان اسلام به کنار، سران جبهه ملی از جمله دکتر مصدق نیز در مجلس رزمارا را پیشتر تهدید به قتل کرده بودند. واقعش این است که انسان والایی مثل دکتر محمد مصدق که نماد و معلم اخلاق در سیاست بود، زبان و کلام پرتساهل و رفتار آزادمنشانه خودش را در اون مقطع ترک کرد و با گویشی از نوعی دیگر با ادبیات فدایان اسلام در مجلس شورای ملی با اشاره به رزمارا گفت خدا شاهد است اگر ما را بکشند زیر بار این جور اشخاص نمی رویم. به وحدانیت حق خون به پا می کنیم، می زنیم و کشته می شویم. اگر شما نظامی هستی من از شما نظامی ترم، می کشم، همینجا شما را می کشم. خشم مقدس دکتر مصدق قابل درک است، اما ادبیات فدایان اسلام نمی بایست در کلام اون مرد بزرگ می آمد. درست است که این روزهای نخستین صدر اعظمی از نظر سیاسی برای رزمارا فرساینده و ناامید کننده بود، اما از نظر تاریخی برای جبهه ملی و شخص دکتر مصدق لکه سیاه به نمایش گذاشت. مصدق عزیز است اما حقیقت از او عزیزتر است.